شبنم آذر همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر به همین اخبار بپردازیم. شبنم، بیشتر نگاهی داشته باشیم به بیانیه هایی که دانشجویان این روزها منتشر کردن. خب ببینید، الان فضای دانشگاه ها با توجه به اینکه اعتراضات دانشجویی به شدت کم شده به شکل قبلش، برای اینکه تعداد بازداشت ها بسیار گستر است، همچنان این بازداشت ها، ما هر روز چندین خبر از بازداشت ها داریم و الان وضعیت به این شکلی که اساتید هم یکی پس از دیگری یا دارن اخراج میشن یا دارن حقوقاشون به طور کل داره بسته میشه یا از ترمهای بعدی تعلیق میشن و خودشون در شبکه‌های اجتماعی اطلاع میدن که وضعیتشون تا چه اندازه وخیمه و اینها اساتید مستقلی هستن که در واقع میان و از دانشجوها حمایت میکنن، علیه احکام انضباطی که برای دانشجوها صادر میشه به دانشگاه اعتراض میکنن. در همین بیانیه دانشگاه تهران اشاره شده به طور مشخص که نه تنها خود دانشجوها تهدید میشن به خاطر موارد بسیار جزئی و کوچک از طرف حراست، بلکه حراست اسامی اینها رو میگیره میده به کمیته انضباطی که دستش تو دست ماموران حکومتیه، خیلی به راحتی دانشجو رو تحویل میده و از طرف دیگه با خانواده های اینها تماس میگیرن، خانواده هاشون رو آزار روانی میدن و تهدید میکنن. در بیانیه دیگه هم که دانشگاه علامه صادر کرده اشاره کرده و به طور مشخص گویا یک سابقه بسیار تاریکی رو از این دانشگاه نوشته که اسامی دانشجویانی که تا به حال در این دانشگاه فقط لیستی از سرشناس‌ترین هاشو مورد سرکوب قرار گرفتن، تمام زندگیشون امثال آرش صادقی، امثال مهدیه گروه، دانشجویانی که سالهای زندگیشون رو صرف مبارزه کردن و با همه این فشارها، با همه سالهای زندان و احکام سنگین قضایی که براشون صادر شده هیچ وقت کوتاه نیامدن. در یک جمله از این بیانیه اشاره شده که فقط در سال 88 به جنبش سبز اشاره کرده، گفته فقط در سال 88 بعد از حوادث 88 و اون اعتراضات گسترده حدود 100 استاد دانشگاه در دانشگاه علامه یا تعلیق شدن یا بازنشسته اجباری شدن یا محرومشون کردن از سفرهای خارجی یا بهشون اتهامات مختلف زده شد. بیشتر در رابطه با همین موج تعلیق اساتید و دانشجوها برامون توضیح بده. برای همین یکی از این بیانیه‌ها که مربوط به دانشگاه حکیم سبزواری هست، در واقع اشاره‌ای داره به اخراج یکی از اساتید، استاد روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه که دکتر حسن باقری‌نیا هست اسمشون، از اساتید بسیار محبوب این دانشگاه هستن که به نوشته دانشجویان در بیانیه اعتبار این دانشگاه به این استاد و این استاد صرفاً به خاطر اینکه از دانشجوها حمایت کرده و به احکامی که علیه دانشجوها و تعلیق‌هایی که علیه دانشجوها صادر شده اعتراض کرده، در واقع الان از کار برکنار کردن. دانشجوها خواستن که ایشون برگرده برای ترم بعد به کار و این فقط یکی از نمونه‌هاست، جزو آخرین نمونه‌هاست. ما آقای امیر نیکپی استاد جامعه شناسی شهید بهشتی اخراج شده، محمد راغب، نیلوفر رضوی، گروه استادان گروه موسیقی دانشگاه تهران اخراج شدن، امیر قادر مرزی استاد ریاضی گفته که حقوقش قطع شده. در این فقط حالا یه سری اساتید در تهران هستن، در شهرهای مختلف هم که نگاه کنید، در کرمان، در سنندج، در جهرم، در شهرهای مختلف این موج برکناری اساتید در واقع داره اتفاق میفته و به نوعی جمهوری اسلامی داره یک پاکسازی از نوع خودش میکنه. در یکی از این بیانیه‌ها دقیقاً به همین موضوع اشاره شده بود که اینها اساتید خبره رو برکنار میکنن، کسانی که در سرکوب نقش داشتن بدون اینکه صلاحیت علمی داشته باشن میان جای این اساتید میذارن. متشکرم از توضیحات شبنم آذر، اینجا در استودیو همراه ما بودید.